سلام دوستان، امیر محمد رفیعی هستم از صفحه آموزش اسب و قرار هست که یکی دیگه از معجزات آموزش رو بهتون نشون بدیم. این بار اسبی هست که کورت هست خوشبختانه و دیگه اینکه شاید با دیدن این فیلم خیلیاتون این تصور اینکه اسبای کورت رام نشدنی هستن یا اینکه آرام نشدنی هستن یا اینکه تربیت ناپذیرن که تصور کاملا غلطی هست رو کنار بگذارید و نگاه دیگه ای داشته باشید به این مقوله. من به شما اطمینان میدم با روشی که ما کار میکنیم هر اسبی رو با هر خصوصیات اخلاقی و در هر سنی میشه تربیت کرد. اسب کرد مورد نظر طوفان هست، 10 ساله هست. این خیلی مهمه، این اسب 10 سالشه نه 2 سال. در واقع 10 سال برای یک اسب سن پایینی نیست به هیچ عنوان و خیلی ها معتقدن باز در این سن نمیشه اسب رو تربیت کرد که ما بهش معتقد نیستیم. طوفان 10 ساله، کرد به شدت بد اخلاق هست، یعنی بود و فیلمش رو خواهید دید. این اسب حتی اجازه نمیداده که بهش نزدیک بشن، حتی برای لمس کردن بدنش در واقع این اجازه رو نمیداده. سر دست میزده، کنارش نمیشده بیستید، سواری که خب نمیداده. و آقای رضا عاقلی از بچه های دوره تربیت اسب هستن، ایشون از شهر مرند و از استان آذربایجان شرقی. من فوق‌العاده لذت میبرم وقتی میبینم بچه هایی که شاید 1000 کیلومتر از من دور هستن انقدر خوب کار میکنن. ایشون خب خودشون باشگاه دارن و اسبی رو باش کار کردن که توی باشگاه های متعدد رفته و هیچ وقت درست نشده، تا اینکه مالکشون به ایشون اعتماد کرده و اسب رو بهشون سپرده و نتیجهش رو با هم دیگه میبینیم. بریم اول طوفان رو ببینیم اصلا در مورد چه اسبی داریم صحبت میکنیم. اسبی که خب خیلی از خصوصیات اخلاقی تند اسبهای کرد رو داشته، تو باکس حتی خیلی راحت نمیرفته، با اسبهای دیگه دائم درگیری داشته. و ببینیم، بهتره که من اصلا ادامه ندم و ببینیم که طوفان چطور اسبی دیده و بعد نتیجه شده. چشمامو یه مشتی خاطره ترکه، ولی بازم منم عامل هر کس. من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد، ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد، ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من می جنگم. با دلی که مثل دریاست، کسی که تنها دوست و رفیق فرداست. من از تو دل زده ترم به امید لذت هدف، تو این جب به مهصده قدم زدم رسیدم به نهضت قلم. اینو میخونم و قلبم به تا افتاده با ضربان 1000 تا، مغزم پر حرکات شتاب دار، لحنم همه کلمات شکاف دار. جاودانه میمونیم و هستیم پیشه، بالاخره دشمن اسیر میشه. یه سرباز وقتی که میرسه به تن خط تازه تبدیل به وزیر میشه. من میجنگم بی سنگر، سر در این جنگلو میبندم. اونایی که بینندن دیدن من چطور بی همدم میرفتم به سمت حد دفعه. اون پلی که ساختم و گذشتم از حتی اونی که باختم، فردا به میده امید تاختن و منم از خوفام یه کمیته ساختم. من دلم به طرفدار پشتم و گرم همه هدفهای دشمن، مثل برگ و علفهای خشکم کله شدم با قدمهای محکم. اونا دنبال شر میکردن و بازندن، اینو شرط میبندم. اگه دشمن نداشتم باید به قدرت خودم شک میکردم. منم جز به همون ادب که پر از درد و غم تموم سنم و سر کردم، ولی حالا با قدرت میتونم بگم که هنوز زنده. من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد، ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من می جنگم. طوفان رو با هم دیگه دیدیم و الان دقیقا میدونیم که من در مورد چه اسبی صحبت میکنم. یه اسب کرد 10 ساله که خب 10 سال هم از نظر خیلی‌ها برای تغییر زیاد هست و خب کرد بودنش هم مزیده بر علت. خیلی‌ها شاید این اسب رو تربیت ناپذیر میدونستن، اما عزیزان دلم، کردها اسبهای کرد به شدت تربیت پذیر هستن، به شدت اسبهای خوبی هستن که در واقع در حقشون ظلم شده
با رفتار غلط، با رفتار اشتباه در سواری، در تربیتشون. کردها از پای کرد به شدت آموزش پذیر هستن، باز هم تاکید میکنم، و میتونن در اخلاق و رفتار حتی بهترین ها باشن، به شرطی که آموزش درستی ببینن. این از هنوز آموزشش تموم نشده و در حال آموزش هست همچنان، تغییراتش رو با هم دیگه میبینیم. فقط من از اون اساتیدی که همیشه از نظرشون همه چیز ایراد داره خواهش میکنم اگر ایرادی دیدن به بزرگی خودشون ببخشن، چون ایرادهای کوچولویی در این ویدیوها ممکنه ببینید، مثلا مثل بستن دستشیله‌ها به دیوار، که البته من نمیدونم با چه گره‌ای بسته شده، ولی خب به هر حال انقدر نکته مثبت و انقدر تغییرات مثبت در این ویدیو وجود داره که شخصا از دیدنش فوق‌العاده لذت میبرم. امیدوارم که شما هم همینطور باشید. تو چقدر نابی بس که جذابی، منو دیوونه میکنی، رو چه حسابی بازی میکنی با من اینجوری بی خودی، همینجوری بمون از ها تغییرت بدن این آدم های بد، تو چش نباش اصلا این حسود آدم و چش میزنن فقط. دلبر ناب دلم با چشای خوشگله مشکید یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من انداز که من دیوونشم، ای وای من. دلبر ناب دلم من دو آتیش طرف دارم، ببین دست نمیشه از تو بردارم، همین زیبای من بیمارتم، ای وای من. منظومه تو چشماته که تا میشم بهش خیره، منو میگیره میره بالا، توقم هی نباشی تو توهمت آدم میمیره. نمیدونم چی داری که شبیه مهر ماری که چشو میگیره، باید زودتر می دیدمت، همین الانشم برای بودن دیره. دلبر ناب دلم با چشای خوشگله مشکید یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من انداز که من دیوونشم، ای وای من. دلبر ناب دلم هر چقدر بهتون بگم از دیدن این تصاویر لذت بردن بازم کمه، چون من میدونم که چقدر کار کردن با این اسبا سخت هست، چقدر کار کردن با این اسبا خطرناک هست، چون قاعدتا با یک چنین اسبهای ترنرهای حرفه‌ای باید کار بکنن، و ما هر چقدر هم که سعی میکنیم نکات ایمنی رو رعایت کنیم، باز این اسبا در یک لحظه ممکنه صدمه بزنن، در یک لحظه ممکنه از غفلت ما سوء استفاده کنن، و اسبی که خب گاز میگرفته در این حال لگد هم میزده هیچ نقطه ایمنی در کنار خودش تقریبا نداره. اما وقتی این همه تغییر به وجود میاد، اسبی که توی باکس نمیرفته، کنار نریونها راحت شما نمیتونستی بریش توی باکس، الان از کنار مادیون رد میشه بدون اینکه توجه بکنه، شما دست نمیتونستی بهش بزنی، نمیتونستی لمسش بکنید، سواری درستی نمیداده، الان شما یک خانم رو که احتمالاً سوارکار مبتدی هست رو روش میشونید با خیال راحت. این همه تغییر فوق‌العاده لذت بخشه. درسته زحمت داره، درسته شما ماها باید براش کار کنید، تلاش کنید، مطمئناً این اسب با یک ماه و دو ماه به اینجا نرسیده، اما فوق‌العاده است نتیجه. و بهتون توصیه میکنم حتماً این روش رو یاد بگیرید، با اسباتون کار بکنید و از نتایج شگفت‌انگیزش بهره‌مند بشید. ممنونم از آقای رضای عزیز که این ویدیو رو برای من فرستادن، و خدا میدونه که چقدر لذت بردم، چقدر کیف کردم، چقدر بغض کردم از دیدنش. قربونتون برم، ممنون که کامنت میذارید برای ما، ممنون که
لایک میکنید، ویدیوهای ما رو شیر میکنید و استوری میکنید مثل همیشه. دمتون گرم، دوستتون دارم، خدا نگهدار. ممنونم از آقای رضاخان عزیز، رضاخان نه اون رضاخان، آقا رضای علاقمند. فامیلیش چی گفتم آقا رضا رو؟